نماز شادی و انبساط خاطر الحق خواندن دارد. سلام علیکم حضرت میرداماد. علیکم السلام. درکت شکرانه بود جهت حاجت برادرم شمسای گیلانی. تقبل الله. با من بیا. آنطور که به شلتاق وارد مسجد شدی دمان بردم پاسخ سوالی را که پرسیده بودم یافتی. پرسیده بودید دانش حکمت و فلسفهی که من در طلبش هستم چه دردی از دردوی مردم دوا میکنه؟ سلام. خب بگم اونم اولاتر از همه دردا درد جهالت و نادونیه که مسبب خیلی از گرفتاریهای مردم جناب میر. همین؟ جهانی که ما در این زندگی میکنیم بزرگترین معجزه خلقته و بزرگترین وظیفه فلسفه و فلاسفه ایه که وجد و حیرت ناشی از این معجزه بزرگ و خلایقی که به جهت اشتغالات یومیه و عادت به روزمرگی از هر شگفتی و حیرت کائناتی تویی شدن قسمت کنه. یه بخش دیگه ای از درد مردمم نوعاً به سبب خرافه ها و اوهامیه که میون اونا و جوهره نبوی دیانت فاصله انداخته. و دیگری که اهل حکمت و فلسفه مکلفم به ای که ای فاصله او رو از میون بردارم. احساس مقدس حیرت رو به انسان تویی شده از حیرت برگردونن تو بندگون خدا ملکوت الهی رو با بصیرت عقل بفهمن. خود این معنی شاید بهترین طریق برای ارائه تعریفی از انسان باشه. حرف ناروای زدم حضرت استاد. چشمی دارم چروی شیرین همه آب، بختی دارم چو چشم خسرو همه خواب، جانی دارم چو جسم مجنون همه درد، جسمی دارم چو زلف همه تا. به اذن ذوالجلال و اکرام نگاه کن. انسان قابل تعریف فرزندم فاقد حرکت و جنبشه، فاقد حیاته. ارائه تعریف از انسان در حال تحول و دگرگونی مستمر کار آسانی نیست که خامندیشانه بتوان ادعای اون رو داشت. خیلیش. اما حضرت استاد چه شده؟ تو که دایه رفتن به صراطی از ادراک دین رو داری که اوهام مردمان را میزدایه، چگونه خودت برای لحظه دوچار اوهام شدی؟ اوهام؟ نه او هم نبود. پس به صرف تفسیر عقلای امور چگونه قادر به توجیه هم هست؟
عقل جوجه ها دیگه میلنگه. بله کمیت عقل کوتهبین، بله میلنگه، اما عقلی که بر خان تزکیه نفس و صفای دل نشسته باشه قوه اون رو داره که خیلی فراتر، فراتر از اون چه تو دیدی پیش بره. فراتر، فراتر، فراتر. خیر پیش. سلام علیکم. سلام علیکم. ببینم این همون جوون طلبه‌ای نیست که مدرسین درس چهارباغ رو با انگولتای خودش به سوت آورد؟ چرا گمونم خودشه. به نظر من که جای طلبه فضولی همچون این جوون تو مدرسه علمیه نیست. آره والا شاه عباس میباید گرده امثال این رو میگرفت میبرد جنگ ازبک تا فهمشون بشه یه منباز چقدر کره داره. شماره کشته ها 2425 نفر و مسئولین 879 نفر. بیش از یک هفته از معاصرین گلن میگذرد اما هنوز هیچ طرفی نبسید. مضافین که هر اون ممکن است از دیگر ولای ازبک برای دین محمد خان نیروی کمعی برسد. چه هستی؟ جناب همان جونی امر فرمود. حاضرترین تفنگچی قشون را احضار کنید. اطاعت. مورچه باشی. جناب همان جونی 20 راس اسب 20 از البسه جنگی مهیا کنید. گید. اطاعت. قرار چه قایبه؟ امر بفرمایید جناب همایونی. کل دو همه کشون را آماده حمله کن. گرد
جناب همایون. کسی را که خواسته بودی آوردم قربان. تو می توانی برم. مسموم شده ایم از فاصله دور سیکی به هوا پرتاب شده را می زنی ها؟ تا بال که به این قرار بوده قربان. بگیر این بندوق خاصه جناب باز. مأموریتی برای تو داری، اگر بتوانی خوب انجام بدهی علاوه بر الطاف دیگر این بندوق جواهر نشان متعلق تو خواهد شد. چند سال داری؟ 18 سال قربان. جوانی. میدانی این راه که میروی شاید راه مرگ حتمی باشد. جو ایران مباشد تن من مباد. توفی از جناب ما نمیخواهی. پدر و مادر پیری دارم که تو ایده است اما واجب الحج است. استدعا دارم اگر کشته شدم آنها را راهی کعبه کنید. فقط همین. Lekmeyi kırasam mı? Bu tamankile yatırlar. Hani? O tamandan. Akıbet bu sefer iş abbas. Nasar tinçlik hayatını duvar. Malum bu lüsyoniyem Çingiz Han'ın batır nebileleri karşısı da türüş için tavan ve kudretleri yok. Amma vaxtı yetkəndə onlar ata babaları haqqıdə menin moğul əcdadımın gülkən əmalını, bunlar haqqıdə tikrarləməqnimdə bu qələbə qazanış məncə haram olsun. Tezrak içikni açıklar, yükrenler! Tezrak içikni açıklar! این میتوان گاله هارات را تسخیر کرد. سپاه دلیر ایران حمله!
اصفهان و ای ایام، یه چشم خندان و یه چشم گریان از مادر جان. خندان از سبب نصرت قشون قاهره ایران بر متجاوزان ازبک که مدت توی مدید خاک پاک خراسان را آماج هجمه و غارت و ویرانی کرده بودند، و گریان به جهت قتل سردار نامی سپاه ایران فرهاد خان قرماندو به فرمان شاه. البته اخبار داخلی دولتخانه حکایت دارد از اینکه شاه پی مراجعت به تختگاه از این فعل خود اظهار ندامت کرد. یه خبر خوشمی که رفیق ما ملا شمسوی گیلانی نیز مدتی است از حال عزوبت و تجرد بیرون شده و جامعه تأهل و عیالواری پوشته. اگر جویای حال و قال فرزند کمینه خود نیز باشید، عرض می کنم در این ولای قشقری به هزار و یک رنگ آنچه مایه تسلی دل دایی است، همجواری با بزرگان عالم و فرزانه چون حضرت شیخ بهایی، میرداماد و میرفندرسکی است. ای ایام را در محضر شیخ بهایی دروس خارج فقه و اصول و تفسیر و حدیث و علم رجال می‌خواند. در خدمت حکیم الهی حضرت میرداماد علاوه این مباحث فلسفه و حکمت و اشراق و ادبیات و از علوم دیگر را نیز تلمذ می‌کند. همینطور در حضور ملای محبوب عام و خاص ای بلد جناب میرفندرسکی علم ملل و نهر، فلسفه مشا و کتب شفا و اشارات ابن سینا را می‌گذراند. خبر مهم دیگه‌ای که فرزند شما کوتاه مدتی است به توصیه حضرت شیخ بهایی در مقام دستیاری سه تن از اساتید سالمند و بیمار مدرسه چهار با به تدریس مباحث حکمت و اصول مشغول شده است. اما روی تاله سیاه که به گمانم توقع ایشان به واسطه ذهن شکاک و نقاد بنده در طرح مسائل جدید به نفع احسن تأمین هم شود. آنها می‌خواهند که من صرفاً مسائل مورد نظر آنها را تدریس کنم. تو مبادا با بیان عقیده بیرون از دایره عقاید آنها تخم تردید نسبت به کلامشان در دل طلاب جوان کاشته شود. شایدی تباین و دویت اینا با من از اونجایی که بنا به سنت ماضیه قدمای علوم دینی اهم از علوم نقلی و عقلی چنان سنگایی به ظاهر محکمی روی هم نهادن که ای توهمو پدید اومده که جابجا کردن هر یک از اونا حکم بدعت کفرآمیز رو داره. این گروه غافلن از اینکه بنا به اصل مبارک امر به معروف و نهی از منکر در عرصه استنباطی معرفتی و علمی جابجا کردن که جای خود داره. اگر لازم باشه حتی بایست برخی ستونا و دیوارای کهنه و در شرف ریزش هم برداشته بشه و دیوارا و ستونای مستحکم‌تری به جای اونا بنا بشه. هرچند نوآوری که من دغدغه اونو دارم نوآوری متکی بر اصول دین مبین اسلام است ولا غیر. خداوند به این فرزند آشوبگر تو رحم بکنه. هر نومه ای که از او به دستمون میرسه مفادش به قسمیه که نم چرا گردنشو یه قدم نزدیکتر به تیغ غضب شاهی میبینم. گمونم موعد نزدیک شده باشه کاکو. موعد چی خواهد؟ ای ماه یا او ماه بایست بار سفر ببندم به اصفهان. در تحول چیزی به چیزی واقعا چی حادث میشه؟ آیا شی نخستین کاملا از بین میره و یه شی دیگه که متفاوت با اولیه جایگزین میشه؟ یا به قول حکمای مشایی مثل ابن سینا در این تبدیل جوهر شی ثابت مونده و پوسته و ظواهر رو دگرگون میشن؟ اما چطور ممکنه ظاهر و پوسته اشیا دگرگون
بشه، اما جوهر و باطن اونا دوچار دگرگونی نشه. اون شهزرین در این مدت اخیر که در موضع دستیاری بنده و آقایان بوده اید، گاه از متن درس اصلی فاصله گرفته و به جای ارائه آراء قدما آراء شخصی خود را به طلاب عرضه میکنیم. اما بنده در هر مبحثی آراء قدمای فلسفه را به تفصیل و رعایت امانت بیان میکنم و در خاتمه اشکالات خود من بر او آراء شریفه عرضه میکنم. ده خطا میکنی جوان، فی‌المثل در قضیه ذات حرکت اجل و اعم فلاسفه از قدیم الایام متفق بر این قول بودند که اشیا از درون دگرگون نمی شوند، بلکه تنها صفات و اعراض و ظاهر آنها از بیرون مشمول حرکت و دگرگونی می شود. اما تو؟ اما به نظر من تو حرکت و جوششی در درون پدیده ها نباشه، دگرگونی و تحولی در بیرون اونا پدید نمیاد. و یحتمل اگه حرکتی در ظاهر موجودات این عالم دیده میشه، به نظر میرسه به سبب حرکتیه که در باطن اونا هم جریان داره. یعنی تو گمان میکنی در خصوص تفکر در ذات حرکت از قدمای کبیر چون ابن سینا بیشتر میفهمی جوان؟ خیر حضرت استاد، اما به هر رو در باب مقوله حرکت حدس و گمونای متفاوتی دارن. بسیار خوب، قل هاتو برهانکم. ها بله، به نظر آن موجودات این عالم نه فقط از حیث صورت و ظاهر، بلکه هم از حیث جوهر و باطنم دم به دم نو میشن و از مرز هستی قبلی خودشون فراتر میرن. تو ایمیون حتی مفهوم زمانم چیزیه که ما از امتداد یافتن جهان در حال تحرک و سیلان در ذهن خودمون انتظار میکنیم، و الو پدیده مستقل از موجودات مادی تحت عنوان زمان وجود خارجی نداره. والله که ما نفهمیدیم چه گفتین شیرازی. اما حضرت استاد، سخن بنده همچی پیچیده و غریبم نیست. بس است دیگر جوان، ما سه استاد فلسفه نه جزمیت اخباریون فلسفه ستیز را داریم و نه چون سوفسطائیان عصر سقراط حکیم قائل بر اینیم که یک امر واحد هم میتواند ثابت باشد هم متغیر. اینطور که کله پا میروی، بعدها مسلماً میخواهی این نتیجه را هم بگیری که یک چیز هم میتواند درست باشد هم غلط. یک بام و دو هوا که نمیشود. میشود؟ چه جسارته، اما شاید بشه. الله اکبر، چه میگویم؟ یعنی مقصودم اینه که خدا من لعن بکنه اگه بخوام مثل سوفسطائیان سفسطه بکنه. آمین. شاید شما این نظر منه در باب ذات حرکت نوعی بدعت محسوب کنین و قولی بدونین که تا حالا هیچ حکیمی اظهار نکرده، اما از اونجایی که اهل حکمت و فلسفه اید، بعد میدونید شرط اول ایدانش همیه که همه ما تو تشخیص درست از نادرست باید تابع برهان و دلیل باشیم. در ثانی، اکابر قدما رحمت الله هیچ کدوم مصر نبودن به ای که اون چه فرمودن حرف اول و آخره. زیر و فهم هیچ بشری از حقایق امور به معنای یگان فهم درست از امور نیست و جز کلوم خدا و عطرت الله هیچ سخن دیگه ای نیست که حکم وعی منزل داشته باشه. نه، با این اعتقادات مخربی که تو داری ملا، دیگر به کار ما نمی آیی. برخیز، برخیز و برو که برای مؤمن نوپا چیزی مهلکتر از شکیات نیست. جز انحراف اذهان کاری بلد نیست. عقلش را از دست داده. ذهن طلبه ها را منحرف می کنن. چه نیازی به او هست؟ تاریخ تفکر آقایون به قسمی تاریخ شکیات هم هست.
در عجبم از شما سرورا که بر جای بزرگونی مثل ابن سینا و ابن رشد و فارابی تکیه زدین و هنون هم دونین ایمان محققانهی که از دهلیز پیچ و واپیچ صدها شک و تردید بگذره صد مرتبه محکمتر از ایمان صدها مؤمن متعبد پرهیز کرده از شکیاته. بگذار برم. چه میگوید؟ کم شدید میرزا. بلا. آیا تو خود میرزا حبیبی؟ یعنی تو همیشه میرزا حبیبی؟ اگه میرزا حبیب خالی خونه زاده بیت ابراهیم قوام نباشه هر کدوم پدر سوخته اسماق و بله تو میرزا حبیبی، بیش ازی هم میرزا حبیب بودی، بعد ازی هم میرزا حبیبی. اما آیا میرزا حبیبی که تو اصفهان سکونت داره همون میرزا حبیب قزوین و شیرازه؟ نه آقا، این میرزا حبیب دیگه اون میرزا حبیب نی. خب منم همینو میگم، به نظرم ایزات و جوهر موجوداته که دم به دم تغییر میکنه و به تبع دگرگونی تو باطن ظاهر اونا دوچار تغییر و دگرگونی میشه. پس چرا اینا حرف من نمیفهمن؟ از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم. مردم از حیوانی و آدم شدم. نه، هنو آدم نشدم. منو ببخش میرزا، اول تو رو پاک فراموش کرده بودم، باد به زخمت زدم. مهم نی ها، خودتون رو برا من نکنی. انگاری یه معنی کنایت آمیز حرکت باطنی و جوهری اشیا که من سعی در اثباتش دارم همینه که جوهره وجود خودم تو فاصله قزوین تا اصفهان خلاف سیر صعودی از نفس به کمال سیر نزولی کرده. او صدرای مقید به ملاحظه حال احوال مثل تو حالا مبدل شده به یه نیمچه متعلمی که مصره تا استنباطوی معرفتی خودشو به هر قسمی که شده ولو نمک باشی به زخم تو به کرسی بشون. اعوذ بالله من شر نفسی. هی هی هی، خدا به میرزا مرگ بده، ورجه زدی تو او ترتریز میشی که چه؟ اومدم کاکو، اومدم. سلام علیکم. علیکم سلام، بفرما. ببخشید با جنابی صدرالدین محمد عرضی داشتم. بیا تو کاکو. با اجازه، ببخشید. از حوض بیا و بیرون آقا محمد، سینه پهلو میکنی. سلام جنابی صدرو. سلام آقا طاهر، ای وقت شوی را خونه تو گم کردی کاکو؟ هی 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 هی.
خبردار شدیم شما را از مقامی دستیاری عزلتون کردن. چند تا از همدرس ها منا فرستادن ببینم این زمزمه صحت دارد یا خیر. بله صحت داره. به ما که رسید ور پلاسید اینطور باشد منا چند تا طلابی دیگم از فردا به مجلس درس اون سه استاد نمیریم. البته هر طلبه ای مجازه به مجلس درس ای استاد یا استاد بره یا نره، اما با امر پیش آمد کرده تصمیم شما فقط ارسر به من تنگ در میکنه. برای همین تمنا دارم تو قصد خودتون تجدید نظر کن. بسیار خوب، فرمایشی شما رو به گوش رفقام میرسونم. اما جنابی صدرا میشه بفرمایین تو این هوایی سرد شما وایسادین تو این آبی حوض که چی چی بشه؟ دست غسل اندیشه دارم طاهر، از واتر بافی و شبهات شیطانی که نه عالم و عامی میشناسه و نه شاه و گدا. شاهزاده خانم ها که سواد دارن این مرگومه سلطان عثمانی را بیخانن تا بهتر معلوم بشود راه زالین منتها ندارد. از بین که مشغول قیسید باشه خاطی و صوفیه قاطی و حکام خودسر داخله بودیم، صلح ما با عثمانی او را متوهم این پندار کرده که میتواند در امور داخل ما اعمال نظر کند. والله نمیذاریم این ننگ و مزلت را به کجا ببریم که شوهر عم ما جوری به خصم امت ما پناه ببرد که اون لعین زبان وقاحت دراز کند که خان احمد گیلانی تحت نمای اوست و ما باید ملک گیلان را به او واگذار کنیم. امان الله امان. میبینی بیبی خانم، میبینی شوهر شما در این سراپرده چه نقشی بازی میکند؟ خان احمد گیلانی رجل فاضل دانش پرور ادب دوست حالا شده عامل فیلی سلطان مراد تا خطه گیلان هم بشود زمینی خاک عثمانی. والله که قباحت دارد، بیراه نگفتند چغون در گوش نمی شود دشمن دوست. خیشت اول چون نهد معمار کچ تا سریا می رود دیوار کچ. مسئلتون بیبی خانم، مسئلتون بد نیست جناب همایونی در افعال معاصیه بیشتر تعمق کند تا به این صاف معلوم بشود که خیشت اول را چه کسی گذاشت. لعن الله علی قوم الکافرین. لالمان بگیر مریم سلطان، گذشته هر چه بوده و شده، مرد وطن خواه غیرتمند چرا باید به اجنبی حربی پناه ببرد؟ افعال مستهجن شوی تو دیگر جای اما و اجر ندارد. خدا مرا مرگ بدهد اگر بد را دیدم بدتر را نبینم. خدا نکند شاهزاده خانم، شما نازدانه دختر دارید که انشالله باید سر سایه سلطان ایران شاه عباس قفور سر سفره عقد ولیعت بنشیند. از کلام گلایی حضرت سلطانی هم نرنجید، او شاه ایران است و مکلف به نگرانی در باب مصالح ملک ایران. در این حال من میدانم که چند اندازه رعوف و رحیم است. ای کاش به جای پناه بردن به دربار عثمانی بست نشین مقبره جد مطهر ما شیخ صفی میشد که احدی را حق تعرض به هیچ پناه برده ای در آن محل نیست. پس زباه که دست خط ایتیزار برای ما مفرستاد چه بسا به شرط و شروطها از او میگذشتیم. اما او چه کرده؟ این نیسوان اهل انصاف، او چه کرده؟ جناب همایونی، تو دیگر چه میخواهی؟ جناب ایشیک آقاسی مصرند به این که جهت امر مهمی به حضورتان شرفیاب شوند. اینجا در حرم خانه هم دست سر ما بر نمیدارد. این تای تاریک پوشان جنوب جوری آشنا میرین انگاری آینده رو بند مکرر داشتین. نه بیشتر از یکی دونوبه میرزو. اونو بارک یادم، اما گمون میکردم جهت بعضی رفقای طلبتون بخش بندی میکنی. واقعش یه که بیشتر طلاب مدرسه چهارباغ و خاجه از حیث بیچیزی و تنگ دستی کم از این جزامی های بینوا ندارن میرزو. آقا بله. اونا شراز کیه میره طرف اون مغروبا؟
یه زن کاکو بچه رو لباسش یهتمر مبدل پوشی کرده که توی بی وقتی شب احدی به جنسیتش پی نبره. باریکلو آخو حالا یه آورده ها چه کنی؟ ببریم داخل؟ همه گوشه کنارا بیزاریم خودشون میان میبرن. بریم آخو. امشب شما لطف کردین که من قابل همراهی دیدین آج. ای چه حرفیه میزنی میرزا؟ راستش سعید و رابعه که رفتم به رحمت خدا، همه این مدت مهد کرده بودم که زندگی حتی نفس کشیدن منم از هر معنای خالی شد. اما امشو شما یاری کردی که بفهمم ایطور نی که بفهمم تا وقتی روی این زمین یه کاری هست که ممکنه منم از پس انجامش بر بیام، زندگی منم برای خودش یه معنایی داره کاکو. مطلب چه معنایی دارد؟ قبله ی عالم، علی ظاهر که این دو برادر جهت شوق دیدار ایران و شاه ایران رنج سفر از انگلستان را بر خود هموار کردند. حتی مدعی نقل‌هایی که از عظمت و جلال پادشاه ایران و مهربانی ایشان با اهالی اروپا شنیده اند، آنها را مشتاق این سفر کرده است. شما چه نظری دارید جناب وزیر اعظم؟ آنچه در این مدت در پی ورود این هیئت 25 نفری به سرپرستی برادران شرلی معلوم شاکر شد، به این معناست که ایشان به سبب خصومت دولت مطبوع ایشان نسبت به حکومت عثمانی چندان بیمیل نیستند که شاه ایران به جنگ با عثمانی برانگیخته شود. از طرف دیگر انگلستان و اسپانی در عرصه تجارت بین الامم با یکدیگر رقابت جدی دارند. فلزا یک منظور دیگر اینها از این سفر حکمان به این معناست که در اینجا زمینه رشد فعالیت تجار انگلیسی را هموار کنند. اشکاسی مرشد کامل، به جناب میهماندار باش دولتخانه تأکید اشد کن از اینها پذیرای شایان بشود. قربان، برادران شرلی متصلن تقاضای زیارت وجود مبارک را دارند. وقتی خوب در خصوص پشت روی نیتشون از این سفر تحقیق شد، اونها را به حضور میپذیریم. این مهم بوده شماست جناب حاتم بیگ.